همچون الماسی برنده در دل تیرگی. شیرزن قهرمان، مجاهد خر، سکینه دلفی، فرزند دلیر مردم آبادان و از قتل عام شدگان تابستان 67 زندان اهواز مرداد 67. از خاطرات یکی از زندانیان. در بندی که حدود 350 نفر زندانی داشت، همه را جمع کردند. آخوند جزایری امام جمعه جنایتکار اهواز و آخوند دیگری به نام عبداللهی وارد شده و گفتند باید موزه بگیرید. این طرف خمینی است و آن طرف رجبی. کدام طرفی هستی؟ لحظات دشواری بود که هر کس میبایستی تصمیم خودش را بگیرد. ناگهان از انتهای بند صدایی بلند شد و فریاد زد درود بر رجبی، مرگ بر خمینی، زنده باد مجاهد خلق. این صدای بلند صدای سکینه شجاع بود. کار او باعث شد جو رعب و وحشتی که مزدوران می‌خواستند به بچه‌ها حاکم کنند شکسته شود. دشخیمان بر سر او ریختند و او را کشان کشان بردند، اما دیگر فایده نداشت، چون بعد از آن یک به یک بچه‌ها بلند شدند و شعار دادند و بساط آخوندها و مزدوران به طور کلی به هم ریخت. در جریان قتل عام زندانیان اهواز از آن 350 نفر فقط یک نفر زنده ماند. یکی از همرزمان سکینه در مورد عشق به مردم و آزادی آنان می نویسد سکینه همیشه وقتی در برابر مشکلات قرار می گرفت می گفت ما انتخاب کرده ایم که همه چیز را فدای این مردم کنیم. این وظیفه هر مجاهد خلق است. مهم این است که ما با تنظیم خودمان چه کمکی می توانیم به آنها بکنیم. ما حق نداریم بگوییم ما برای اینها زجر و سختی می کشیم. اگر در مسیر مبارزه سختی نبود، بدان آن مسیر مبارزه حق نیست. بهای به دست آوردن پیروزی و آزادی، انتخاب همین سختی ها و دادن همه چیز است. مسیر انقلاب همین چیزها را می خواهد. نهایت فدا و گذشتن از همه چیز. حسین علی نیری فرزند شیخ هادی متولد 1335 یکی از جوانترین آخوندهایی بود که در نظام خمینی به منصب حاکم شهر رسید. وی از شاگردان حوزوی گلپایگانی بود. پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی، علی قدوسی دادستان کل رژیم در سال 1359 نیری را وارد دستگاه قضایی کرد. نیری در مدرسه حقانی از شاگردان احمد جنتی بود.
جنتی درباره میزان صلاحیت علمی و قضایی خودش که استاد نیری بوده در یک برنامه تلویزیونی رژیم این چنین گفته: بناشون ما بریم قاضی بشیم، ما هم 0 کیلومتر بودیم دیگه، یعنی ما که دوره قضاوت نخونده بودیم و حقوق نخونده بودیم و درس نخونده بودیم و اینا، ولی انقلاب و مسائل اسلامی را اینا را آشنا بودیم. بالاخره ما گفتن که چاره ای نیست، برید شما اینجا، یه همینجا یه دادگاه تشکیل شد، این مجرمین را می آوردن اونجا محاکمه می شدن و اول اینجا من بودم، تهران بودم، مدت اینجا بودم. بعد یه وقتی شهید مطهری به من فرمودن که خب شما بیار خوزستان، برای اینکه اونجا زندان ها پره، قاضی هم نداریم. هی امروز به روز زیادتر می شده، هی می گرفتن تون تون و جا نداشتن خیلی وقتا، و بعدم قاضی هم نیست. با اصرار ایشون من رفتم خوزستان، بعد رفتم اونجا خوزستان و وقت اون دادگاه انقلاب اسلامی رو ما اونجا را انداختیم و مشغول کار شدیم. چون من نمیدونستم چون بعضی آدم مونده بودم، حتی من از امام سوال کردم، گفتم ما چه کسان نمیتونیم ادامشون بکنیم؟ ایشون یک مثالی بر من زدن، یه مطلبی به من فرمودن، فرمودن اینجوری کار بکنید و خیلی وقتا زیر نظر ایشون کار میکرد. همون وقتی ما دادگاه انقلاب و اینا داشتیم کار میکردیم، بعضی همه شک میکردن اینا اعدام بکنیم یا اعدام نکنیم، امام میفهمه اون که جرمش مسلمه نباید معطلش کرد. نظر امام این بود، اینجوری باید همون وقت اعدام میشدن. با این توصیفات میتوان حد زد نیری که شاگرد جنتی بی سواد بوده چقدر سواد، به ویژه سواد قضایی و حقوقی، حتی در همان محدوده شرعیات آخوندی داشته. با این مقدمات نیری همزمان با ورود لاجوردی به عنوان دادستان انقلاب اسلامی مرکز در موضع حاکم شرع یکی از شعبات دادگاه به اصطلاح انقلاب اسلامی وارد اوین شد. هنگام ورود نیری به اوین، ریاست حکام شرع بر عهده آخوند جنایتکار محمدی گیلانی بود. گیلانی در سال 1362 به عضویت شورای نگهبان درآمد. با رفتن گیلانی از اوین با فرمان شخص خمینی، آخوند نیری به ریاست حکام شرع اوین منصوب گردید و در مرداد سال 1367 طی حکمی او را به ریاست هیئت مرگ منصوب کرد. نیری از عناصر کلیدی قتل عام 67 بود و نقش جدی در گسترش و بست جنایت داشت، تا جایی که به اعتراض مستقیم منتظری توجهی نکرده و در پی اعدام بیشتر زندانیان. در خاطرات منتظری درباره نیری چنین آمده است: بالاخره داستان و آقای پورمحمدی و میگه میاد قاضی اوین و حسنالی نیری و اینا رو من احضار کردم، گفتم حالا الان محرمه، تا حالا برپس اعلام کرده، یه احترام محرم رو حفظ کنید اولا نکش. بعد یکی رو آقایون گفت ما 700 نفر الان مهیا کردیم برای اعدام، اجازه بدید یه 700 نفر رو اعدام کنیم بعد و حرفشون. پس از مرگ خمینی، خامنه ای نیری را به پاس جنایتهایش در موضع معاون قضایی دیوان عالی کشور به کار گمارد. نیری طی 2 دهه پس از خمینی کماکان دستور اعدام هزاران مخالف و زندانی سیاسی را صادر کرد. پس از آن دوران وی مدت‌ها رئیس دادگاه عالی قضات بود و همینک نیز از مقامات برجسته نظام است. هر شمع رازی است، هر شعله سخنی، هر پرتو نور داستان‌ها دارد، از شب تاریکی که حاکم بود اما به دست ذرات نور شکست. هر شمع رازی است، هر شعله سخنی، وقتی که آخرین سوسو نوید از تولد خورشید می‌دهد و فدا رازی بود که آن آخرین و
کشیده ترین شعله می دانست. خاوران و هر خاکی که در آن جانهای عاشق آزادی ایران مدفون شدند، خاک خاموشی و فراموشی نیستند، بلکه سرزمین خروش‌ها و فریادها و دریای موج خیز خشم‌ها و بانک‌های رسواگر علیه حاکمان جانی، یعنی سران و عوامل رژیم آخوندی در ایرانند. هر روز و به خصوص هر سال در سالگرد یادبود شهیدان قتل عام 67، خروش‌ها از این خاک بلندتر و بلندتر به گوش می‌رسد. و البته که ترجمه این فریادهای مادران شهیدان کلماتی است که به قیام فرا می‌خواند، کلماتی که به برخاستن و برکندن بساط ظلم شیخان حاکم می‌خواند، کلماتی که به حمایت از مقاومت می‌خواند و راه حل نجات ایران را از این حاکمیت پلید به صریح‌ترین کلمات بیان می‌کند، کلماتی همچون کلمات مجاهد قهرمان علی صارمی که سرخ‌ترین پیام زمانه را در خاوران بیان کرد و بهای آن را نیز بر سر دار پرداخت و الگویی برای همگان شد. ملت ایران از زمان این مقاومت رو انتظار نده خوشت مقاومت باشی باید این سابقه بسیار خواهد کن خارجیان برای ما تصمیم میگیرن حرکتهایی رو میکنن ما را بده آم میکنن تنها راه نجات ملت ایران حمایت از مقاومت. قتل‌عام سال 1367 جنایت ضد بشری است که ابعادش برای جهانیان ناگفته و پنهان هنوز پنهونه و بنابراین هرچه بیشتر درباره اون گفته بشه و نوشته بشه کمک میکنه که جهانیان مطلع بشن از این جنایتی که رخ داده. به همین دلیل از تمام ایرانیان آزاده در ایران و در هر جای جهان میخوایم که هر اطلاعی که دارن، عکس یا اسم یا مزاری یا هر اطلاعی که دارن به مقاومت ایران برسونن برای اینکه ما بتونیم این اسناد رو جمع بری کنیم و به مجامع بین المللی ارائه بدیم. سه هشت سالی که آخونده اجازه ندادن که اطلاعاتی از این قتل‌عام، از این جنایت ضد بشری در سال 1367 به بیرون دست پیدا کنه، الان با این افشاگری هایی که اخیراً شده زمانی رسیده که جهان، جامعه جهانی از آخونده حساب پس بخواد و وادارشون کنه که بیان بگن چند مجاهد و چند مبارزه در این قتل‌عام اعدام کردن و بیان بگن که قبل اونها کجاست و به خانواده هاشون پاسخ بدن. و از همگی میخوام که به جنبش دادخواهی مردم ایران در رابطه با قتل عام سال 67 بپیوندید. Thank you.
آنچه که مسلمه اینه که ما تمام تلاشمون رو خواهیم کرد تا ابعاد این جنایت ضد بشری برای همه جهانیان به طور کامل مشخص بشه. رجبی پاسخ مثبت دادم، سعی می‌کنم تمام فعالیتایی که از دستم بر بیاد انجام بدم برای رساندن فریاد دادخواهی خانواده‌های این جوانانی که سال 67 به دست دژخیمان رژیم خمینی کشته شدند. از همه دوستان و آشنایان و خانواده‌های این جوانان هم خواهش می‌کنم هر کس اگر عکس، نام و نشان و خبر از شهادت هر جوانی داره، حتی اگر آشنا باشه، بیاد اطلاع بده. من خودم هم به شخص نوبه خودم این کار انجام دادم و شهید حسین موسوی که خبر نداشتن معرفی کردم، برای اینکه به اینا همه کمک میشه، هم اسمشون توی آلبوم شهدا ثبت بشه و همین که یک روز در دادگاه بین المللی قاتلین این جوانان ما محاکمه بشن. ما حتما پیروز میشیم.